سال 88 این طبقه متوسط بود که تکلیف خود را با حاکمیت روشن کرد. حدود ده سال بعد طبقه فرودست نیز در جریان اعتراض های آبان تکلیفش را با روحانیون حاکم بر ایران روشن کرد و حالا دو هفته می شود که اصفهان یکی از سنتی ترین و مذهبی ترین شهرهای ایران مقابل حاکمیت ایستاده است ولی که بالاترین مقامش شارهای تند و تیزی می دهد. بخش قابل توجهی از ساکنان اصفهان و شهرهای اطراف آن که از افراد مذهبی شمرده میشوند و در میان آنها هم طرفداران نظام شیعی کم نیست چند سال می شود که نسبت دینداری آنها با زندگی مدرن و حاکمیت دینی دچار تحول شده است کشاورزان استان اصفهان که بسیاری دیگر از کشاورزان ایران جزی از طبقه سنتی و مذهبی به شمار میروند برای نخستین بار در اسفند 96 با شرکت در نماز جمعه شهر اصفهان پشت به امام جمعه در حال سخنرانی این شهر نشستند تا نشان دهند به چه میزان از نحوه حکومتداری روحانیون عصبانی اند و میخواهند بسیاری از معادلات فعلی در ایران تغییر کند اعتراض این دست از کشاورزان نسبت به اختصاص نیافتن حقابی زمین های زراعی خود که از سالهای پیش آغاز شده بود در سال 1396 وارد نوعی تقابل با حاکمیت روحانیون در ایران شد و در همین هفته و در بستر زاینده رود به نوعی به نماد عینی عبور طیف سنتی و مذهبی در ایران از روحانیون حاکم بر این کشور تبدیل شد جمهوری اسلامی که روزگاری پایه های مشروعیت خودش را بر شانه مستضعفین و دینداران قرار داده بود بیش از دو است که به شدت نگران تغییر نگرش و باور مذهبی ها شده است و بیم آن دارد که در صورت تغییر گسترده سبک زندگی مردم ایران که مذهبی ها هم جزی از آن هستند پایه های مشروعیت دینی خود را از دست داده و دیگر نتواند با تکیه بر شعارها و ارزش های مذهبی در قدرت بماند تازه ترین تحقیقات هم این نگرانی مقام های نظام شیعی را تایید می کند که در سالهای اخیر از میزان دینداری مردم ایران کاسته شده و همین مسئله نیز تأثیری منفی بر امنیت ملی داشته است. در این تحقیق به سراحت نوشته که میزان کیفیت دینداری مردم در جامعه ایران که بافت فرهنگی سنتی دینی و حاکمیت اسلامی دارد، اهمیت راهبردی دارد و تغییرات آن میتواند پیامدهای امنیتی ایجاد کند و از همین رو بررسی این نسبت اهمیت ویژه‌ای دارد. این تحقیق کوشیده سیر وضعیت دین و دینداری در ایران دهه 1390 را با استفاده از پجوهش های صورت گرفته و مصاحبه با شست نخبه نشان دهد و پیامدهای امنیتی فراز و فرود دینداری در ایران را یادآور شود. نخستین نتیجه این تحقیق می گوید که در میان ایرانیان ایمان عمومی به اصل وجود خداوند اما این باور که سال 88 عددی معادل 98 ممیز 7 درصد بود در سال 97 به 93 ممیز 4 درصد کاهش یافته بود. از دیگر نتایج این تحقیق که برآمده از پجوهش های صورت گرفته سالهای اخیر است کاهش 4 درصدی اعتقاد نبوت در میان ایرانیان است. این تحقیق همچنین نشان داده که میزان اعتقاد ایرانیان به معاد در دهه 1390 بیش از 4 درصد کاهش را نشان میدهد این تحقیق در جمعبندی نتایج این پژوهش ها به این نتیجه رسیده که وضعیت کلی دینداری ایرانیان در بعد اعتقادی از حدود 92 درصد در سال 88 به حدود 88 درصد در سال 97 رسیده است. میزان دینداری در حوزه ایمان و معنویت که شامل اعمالی همچون امید به خدا، شرکت در برنامه های مذهبی و زیارت ممزادگان است، همانطور که در این تحقیق آمده از 95.5 درصد در سال 90 به 82.5 درصد در سال 97 کاهش یافته است. این تحقیق در حوزه میزان تغییر مردم ایران به خواندن نماز حاضر به یک جنبندی آمادی نشده و تنها ادعا کرده که وضعیت نماز در جامعه ایران بحرانی است. روزه و روزهداری یکی دیگر از مباحث مطرح شده در این تحقیق است که نتایج آن نشان میدهد که در دهه 90 میزان التزام به روزه روند کاهشی داشته است این تحقیق از روابط نامشروع به عنوان یک رفتار ضد دینی در ایران نام برده اما حاضر نشده در این خصوص آمار و نتیجه گیری روشنی داشته باشد کاهش آمار کسانی که اعتقادی به نوشیدن الکل ندارند در دهه 1990 از دیگر نتایج این تحقیق است این گزارش همچنین پدیده بدهجابی در ایران را رو به گسترش توصیف کرده از سال 86 تا 97 آمار افراد با هجاب کاهش و افراد بدهجاب افزایش یافته است در ادامه این تحقیق نظر 60 نفر از صاحب نظران علوم اجتماعی دینشناسی الهیات و مدیران اجرایی آمده که نشان میدهد آنها معتقدند جامعه ایران دچار تغییر دینداری شده است آنها گفتند که جامعه ایران در حال حرکت به سمت نوعی دینداری جهانی است نفوذ روحانیت رو به کاهش است و نگاه انتقادی به دین سنتی رو به گسترش است این کارشناسان چنین وضعیتی را محصول مداه محوری عملکرد وضعیت روحانیت مشکلات اقتصادی گسست نسلی روند جهانی مدرنیته و استفاده ابزاری از دین دانستند کارشناسان شرکت کننده در این تحقیق برای ادامه چنین وضعیتی روی ده درصد هشدار تاکید کردند که نخستین آنها این است که با تغییر کیفیت دینداری نفوذ رهبری فقها در ایجاد انسجام عقیدتی در جامعه کاهش خواهد یافت آنها همچنین هشدار دادند که با ادامه روند فعلی از میزان طرفداران دینداری فقهی و شرعی و اقلانی کاسته خواهد شد و در نتیجه پرداخت وجوهات شرعی مانند خمس و زکات نیز کاهش مییابد به آنها کاهش پایبندی به دینداری فروکاهش جایگاه مرجعیت روحانیت برای ایرانیان است که این مسئله باعث تضعیف جایگاه ولایت فقیه و فصل کتاب بودن مراجع تقلید می شود. این هشدار آخر در واقع اصلی ترین مسئله روحانیون حاکم بر ایران است موضوعی که در سالهای اخیر منجر به فروپاشی کامل پایه های مشروعیت آنها در میان مردم ایران شده است طبقه سنتی و مذهبی که روزگاری به خاطر باورهای ایدئولوژیک حامی مطلق نظام دینی بود حالا بیشتر به خاطر مشکلات اقتصادی و سایر مجموعه عوامل سیاسی و اجتماعی به منتقد و حتی نافی چنین نظامی تبدیل شده و خواستار تغییرات بنیادینی در ایران است خط و نشان نماینده انقلابی تهران برای وزیر ارشاد این سی فیلم اکران شوند و به مجلس احضار می شوید. بیژن نباوه نماینده تهران در مجلس گفت بیش از سی فیلم مسئله دار از کمیته شورای نمایش مجوز نمایش گرفتند که در این فیلم ها ارزش های اخلاقی، انقلابی و ملی زیر سؤال رفته است. با وجود مخالفت های صورت گرفته اما این فیلم ها در کمیته شورای نمایش مجوز گرفتند اما اگر این فیلم ها اکران شوند ما وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را به مجلس فرا خواهیم خواند این فیلم ها در دولت قبل مجوز نمایش گرفتند و مجوز آنها مربوط به دولت فعلی نیست. در این فیلم ها ارزش های اخلاقی، انقلابی و ملی ما به زیر سوال رفته و مطمئنا اکران آن با واکنش عمومی مواجه خواهد شد. نماینده مردم خمینی شهر میگوید اینکه مجوز به چنین فیلمهایی جهت اکران داده میشود مخالف موازین نظامی نیست و تقاضا میشود که وزیر تحت فشارهای وارد مقاومت کند و اکران این فیلم را به خاطر سیانت از خون شهدا تعطیل کند دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار